همزمان با شدت گرفتن جنگ در افغانستان، باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا برای ادامه عملیات‌های ضد هراس افغانی در افغانستان، عراق و سوریه کمک تازه خواسته است. در همین حال سخنگوی کاخ سفید میگوید که نیروهای آمریکایی برای از بین بردن تهدیدهای برخواسته از هراس افغانی در افغانستان فعالیت‌هایشان را ادامه خواهند داد. The next president will certainly benefit from رئیس جمهور آینده حتماً از مشوره های کامل رهبران نظامی، دیپلمات ها و رهبران استخباراتی درباره سیاست آمریکا در افغانستان سود خواهد برد، زیرا تهدیدها هنوز هم در افغانستان وجود دارند. از سوی دیگر در یک پیام سفید تویتر وزارت خارجه آمریکا، از حمله های احتمالی بر هتل سیرینا و نیز یک مهمانخانه در ناحیه دهم شهر کابل هشدار داده شده است. گمان من این است که اطلاعات استخباراتی درباره این حمله ها از سوی سفارت ما در کابل دریافت شده بودند و بیدرنگ در صفحه وزارت خارجه پخش شدند. با این حال بخش از کمک‌های تازه واشنگتن برای فراهمسازی چرخبال‌های عصری به ارتش افغانستان هزینه خواهد شد. ایالات متحده آمریکا و کشورهایی که از توریسم رنج می‌برند باید زیادتر به ما کمک کنند تا جنگ زودتر ختم شود. آمریکا تقریبا 100 میلیارد و ډیر ډالر دلته مصرف کړله، مگر تر اوسه په افغانستان کې سوله را نغله. د افغانستان د ولسونو یګانه غوښتنه سوله ده. دا شته چې د افغانستان وسلوال پوجته هغه زغروال ټانګونه او هغه تایری چې هغه امریکایانو استفاده دین کې په افغانستان کې هغه د وسلوال پوج په اختیار کې ورک. در حال حاضر جامعه جهانی سالانه در حدود 5 میلیارد دلار برای نیروهای امنیتی افغانستان میپردازد، اما انتقادها این هستند که این نیروها هنوز هم به گونه درست مجهز نشدند و با کمبود هواپیماهای جنگی مشکل جدی برای نیروهای امنیتی افغانستان است.